عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی ونزوئلا و بی‌ارزش شدن پول آن کشور، بسیاری از مردم ونزوئلایی نفتخیز برای یافتن زندگی بهتر و امرار معاش به کولومبیا مهاجرت کردند. مهاجرتی که دردسرهایی نیز برای این کشور همسایه به ارمغان آورده و اسباب نگرانی مقامات کولومبیایی را فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. جورج گوترز ونزوئلایی که حالا ساکن کولومبیا است با افتخار میگوید که پول کشورش را ارزان به مردم کولومبیا میفروشد. او دسته زخیمی از بولیوار، پول رایج کشور بحران زده ونزوئلا را در دست دارد که به دلیل تورم بی ارزش شده است. او در اعضای گدایی پول ناچیزی از مردم کولومبیا 100 بولیوار ونزوئلایی را به آنها می‌دهد. Esto no lo tenemos como negocio, lo tenemos como un sustento, como un trabajo. من به این کارم به عنوان کسب و کار نگاه نمی‌کنم، برای حمایت از خانواده‌ام این کارو انجام میدم، چون کسی نمی‌تونه در این شرایط در ونزوئلا زندگی کنه. مجبور شدم بیام اینجا چون شغلم کفاف زندگیمو نمی‌داد. درآمد من در ونزوئلا 40,000 بولیوار در هفته بود، یعنی معادل قیمت 1 پوند شکر، اونم 2 ماه پیش. امروز قیمت شکر به پوندی 80 تا 90,000 بولیوار رسیده. به گفته جورج، پول رایج ونزوئلا عملاً فاقد ارزش شده است. فروش بولیوار در ایستگاه‌های پرتردد وسایل نقلیه عمومی برای بسیاری از ونزوئلایی‌های مقیم کولومبیا به شغلی مشترک تبدیل شده که ونزوئلا را به امید زندگی بهتر ترک کرده‌اند. کمبود مواد غذایی و دارویی و اقتصاد خراب ونزوئلا بسیاری از ساکنان این کشور نفتخیز را مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان کرده است. ونزوئلا با جمعیتی حدود 30 میلیون نفر دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفتی در جهان است، اما با افت قیمت جهانی نفت خام در 3 سال گذشته و اتکای اقتصادش به درآمد نفتی با رکود شدید اقتصادی مواجه شده است و با نارامی‌های اجتماعی روبروست. برخی از منتقدان دلیل اصلی این بحران را ناشی از سوء مدیریت رهبران سوسیالیست آن کشور در 2 دهه گذشته می‌دانند. بسیاری از مردم از کمبود مسکن و مدرسه رنج می‌برند. این یک چالشه. تصور کنید اگر 600,000 نفر به جمعیت کولومبیا اضافه بشه، اون وقت دسترسی به امکانات اولیه چقدر براشون مشکل خواهد شد. به گفته اقتصاددانان، تورم امسال به بیش از 2000% خواهد رسید که زندگی و تأمین نیازهای اساسی و اولیه را برای بسیاری از ساکنان آن کشور با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. تخمین زده شده که حدود 550,000 ونزوئلایی به کولومبیا، کشور همسایه ونزوئلا، مهاجرت کرده اند. به گفته مقامات، افزایش موج مهاجرت ونزوئلایی ها در طول 6 ماه گذشته تهدیدی برای منابع محدود کولومبیا است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.